با یاد نام خداوند متعال هموطن عزیز سلام، آخر هفته شما هم بخیر. طبق روال برنامه هر پنج شنبه گلچینی از برنامه هایی که طی هفته تقدیم شما شده از طریق برنامه خبرنامه را باز دوباره تقدیم شما میکنیم. اگر که فرصت نداشتید که ببینید، حداقل همون گلچین شه امشب مهمان ما باشید. تقدیم شما گلچین ای پنج شنبه. آشپز همه آشپز است، لذا آشش آش دیگری خواهد بود. 11 سپتامبر 2001 نقطه عطفی بود برای ما و شما، بلکه برای جهان و روزنه امیدی هم بود برای فردای روشن‌تر و بهتر. رفته رفته او امیدهای پخته شده بعد از سه آمریکایی ها با جلیقه های انتحاری و خون سرخ هزاران شهید با نام یا گمنام متأسفانه به خاک یکسان شد. اکنون بعد از 19 سال دوباره در 12 سپتامبر نقطه عطف دیگری در تاریخ کشور ما و شما ایجاد شده و یک بار دیگر امیدواری به صلح، یک تعبیر آش امیدی که باز دستپخت همه آشپز 19 سال پیش است. حرف خاصی واقعا نداریم، که چرا که در هر دو مورد آشپز یکی است و دیگم همون دیگ مواد و مساله، دیگم همون مواد و مساله. بر شکل ای وای اگر ای آشپز ما در این 19 سال تجربه ای را کسب نکرده باشه، آش همو آش نشوه. جوی پیش خانه به ارزش است، خدمت هر شود که گفتگوهای صلح است. اما از نکات حاشیه‌ای دیگر این خبر نحوه بدرقه و استقبال از جناب عبدالله بود. یک وقت است که ما مردم چندان برای ما اهمیت نداشته و در رسانه اجتماعی سرش خبر تبصری نداریم، یک طرف قضیه است. یک وقت است که دولت چرا خپ و چوب است. البته انتظار نداشتیم که گاو و گوسفند حلال بکنه، اما ما گفتیم که چی اگر رقم دهول و سرنا باشه و چی اگر رقم اتن باشه و از مقامات دولتی و حکومتی و سران و قوا و وزرا و کابینه و شخصیت ها و خلاصه، اما هیچ خبر نبود. این رقم بد رقم کردن اولین بار بود، یعنی تصور ما حداقل نبود، بیغم بود و بیخبری. ببینید امین نحوه بدرقه جناب عبدالله را باور کنید که برای بدرقه کدام نفر که به حج روانه است از این قدم ترتیباتش بیشتر است. مظلوم جناب عبدالله. اما از او طرف قطری ها آش داختر از دیگ ما. خدمت هر شود که بندگان خدا قطری ها برای استقبال از جناب عبدالله و هیئت همراهشان حداقل یک قالین چگک سرخک 10 متری را همراه یک چند نفر که به صف ایستاد بودند امر هم تیار دیده بودند. چی بگیم دیگه، یا زیاد مهمان نواز باشند یا هم که کاسه داختر از آش ما. ببینید بله، شاه شاهان فخر پادشاهان اجازه شرفیابی نمیدهند. هموطنان عزیز، به واقعیت ما و شما گاهن به وکلای پارلمان بسیار انتقاد میگیریم که پشت کارهای ما و شما نمیگردند، اما این گونه نیست، میگردند بندگان خدا، اما کیست که اینا را اجازه ملاقات بده؟ خب اینا یک موضوع است که نیاز است مطرح شود با کسی، شخصیتی، شخص اول مملکت باید دیده شد. موضوعات بسیار مهم و پیچیده است. خب وقتی که کسی اجازه ملاقات یا وقت ملاقات برشان نده، به نظر شما چه باید بکنن؟ همون دربارهای سابقه باور کن خوب بود که بعد از یک هفته دو هفته خواهد من شما پادشاه رو میدیدین. ببینید وضعیت ما و پادشاه فعلی را. مدت 5.5 ماه هست که متنفذین ولایت فرا، علمای ولایت فرا و وکلای خانه ملت
میخواه با جناب جلالت ما رئیس جمهور ملاقات کنه، اما متاسفانه اطرافیان رئیس جمهور اجازه نمیده تا ملت فرا و کلای فرا همراه رئیس جمهور بشینه و مشکلات عینی و حقیقی ولایت فرا را برش بگویه. جناب رئیس، ما والی نداریم در ولایت فرا، معاون والی نداریم در ولایت فرا، قمندان امنیه نداریم. ما مردم فرا ماهانه از گمرک میل 78 500 میلیون افغانی به خزانه دولت اضافه میکنیم. ما از شاروالی، ترانسپورت، نرم استاندارد پول اضافه میکنیم به خزانه دولت. اما متاسفانه جناب جلالت ما رئیس جمهور مردم فرا را به باد فراموشی سپرده. بله، مقصد جناب پاشا، ببخشید جناب رئیس جمهور، از امو 16 ساعت کاریتان محبت بکنین، یک نیم ساعت شه برای همین بزرگوارای ولایت در نظر بگیرید، بسیار در جنجال هستن. اما یک خبر تلخ خدمت هر شود که در برنامه خبرنامه روی کرده اصلی مویسته که از تلخی و سختی خبرها بکاییم، با چاشنی طنز و فکاهی خدمت شما تقدیم میکنم. منتها گاهی اوقات امکان ناپذیر است، باید یک خبر تلخ تقدیم شما بکنیم. امشب تلخیش هم بگذارید به حساب دارو. هیچ دوایی تا به حال شیرین نبوده، حداقل تلخ اگه نیست خوشمزه هم نبوده. یک خبر تلخ خدمت شما همی درد دل وزیر صاحب امور داخله که واقعا قابل تأمل است. امید تربیت خانوادگی را امید که جدیتر بگیره. ببینید، ما در 6 ماه گذشته بیشتر از 10,000 نفر را گرفتار کردیم، بلکه جوانایی هستند در سنین 12 الی 25 در کل افغانستان، در کابل هم عددش پیشم کارم است. حال به یک معضله اجتماعی جدی که نیازمند تمرکز، توجه و فشار چندبودی در عرصه‌های مختلف از معارف گرفته تا حج و اوقاف تا ساحه که چرا این بچه ها اینقدر بی‌بندوبار میشن، ما چقدر نفر بگیریم، هر کسی که در شهر کابل استاد میکنیم یک چاقوگک، یک پوریگک چرس در زیرش است. بله، 10,000 واقعا خبر تلخ است. 10,000 اطفال و جوانان ما و شما که باید مشغول تحصیل یا کار باشن، بشک نفهم دیگه کدام طرف روان هستیم. یک مدار دقت از طرف خانواده ها و فامیل های محترم، بلخص پدرها و مادرهای محترم نیاز هست. اما دنیا را آب ببره، مرغابی را گفت که بند پایش است. یک صفتی که در بین ما و شما افغان ها هست اویسته که نان امشب که بود خودش پادشاهی است. باور کنید اگر این صفت را نمی داشتیم، جای ما و شما هر ملت دیگر می بود در روی کره زمین. 40 سال جنگ خانمانسوز داخلی را می داشت و هر خانواده، هر فامیلی 5-6-10 عضو خود طی سالها از دست می داد، به جنون می کشید کار ما. اما ما این ملت افغانستان، ببینید تقدیم شما، خوشحال هستیم همیشه. مرا یادم تو را فراموش، یک یادآوری از یک طرح خوب، اما طرحی که گویا هنوز به بلوغ نرسیده از بین رفت. تقدیم شما و تقدیم وزارت محترم داخله بر رسم همون بازی های دوره خورترکی که مرا یادم اما تو را فراموش. بساس هدایت جرما رئیس جمهور افغانستان و تطبیق میثاق امنیتی، وزارت داخله افغانستان امروز جمهوری موانع را از خود شروع کرد. ما از تمام نهادهای نظامی، ملکی و رجال تقاضا میکنیم تا کمیسیون مزفه در برداشتن موانع همکاری نمایند.
هر گونه مشکل امنیتی داشته باشند میتونن معاونی را در محوطه ادارات مربوط و یا منازل خیش بجا کنن. غم ندارید، بز نخرید، بلکه کارها را به شاروالی بسپارید. خدمت هر شود که از همه چیز که بگذاریم سخن دوست خوشتر است. بیایم به مسائل داخلی کشور. شهرداری کابل یک سرک خواستن جور بکنن، اینی هم ثمره کارشان. یک سال تقریبا گذشته و تنها چیزی که نصیب مردم شده خاکباد بوده و بی خانمانی و بی سرنوشتی. باور کنید اون مطلی که میگفتن که غم نداری بز بخر درست نیست. همین غم نداری، برو کارت به شاروالی بسپار. تقدیم شاروال. اسناد شاروالی که برای ما داده که این زمین به حدود 200 متر مربع به هر نفر متضرر سرک 20 متر عرفانی باید داده شود. در شهرک شهید محمد داود خان که اینجا نمره زمین هم تعیین شده اینه، در اینجا هست که نمره ها برای از اینا توزیع شود که متاسفانه وزارت دفاع، پستی وزارت دفاع در مقابل ما استاد شد و ما را از اونجا نگذاشت. دیگه آوازه بانک است که 2220 افغانی در بانک شهر نو ما تسلیم کردیم برای ازمو زمین شهرک محمد داود خان که است. زن و مرد این بیچاره هایی که در این پشت سر است، زنها خانمها همگی در بدر شدن از کرای خانه. بیکاری از یک طرف است، بی خانمانی از یک طرف است. حتی همین خانه های ما که تخریب شد، همین وسایل و در و دروازه و آهن اینا به حساب ضایعات ما فروختیم دیگه، جایی نداشتیم که ببریم اون را در سر زمین خود بندازیم. اما متاسفانه که شاروال صاحب حرفایی که با ما گفت هیچ مفهومی نداره پیش ما. حرف حتی امی جلالت ما معاون رئیس جمهورم تقریبا دیگه فریب داد امی شاروال، چون حرفش مفهوم بود. برادر آمیتر بود یا دیگه رقم؟ آمیتر بود، شاخلش خبر نه در خانه آروزخیل دنگ و دهل است. بله، نه به دار است و نه به بار. این رقم شادی های ارگ و نام زده وکلا و هم وقتی که هنوز از پارلمان هیچ رأی اعتماد نگرفتن. مسئله شما گپ هست که میگه شاخل هیچ خبر نه در خانه آروزخیل دنگ و دول باشه. اینی هم جواب خانه شاخل به ارگ. تا هفته آینده وقت دارید. برتباط معرفی کاندید وزرا باید گفت که نمیدانیم چرا حکومت از یک حکومت قانونمند میترسه. چرا رئیس جمهور از وزیرا از معرفی وزرا ترس داره؟ چرا نمیخواد که وزرا پاسخگو باشند؟ من یک بار دیگر بالای رئیس جمهور صدا میکنم که وزرای را معرفی نماید. در غیر آن در هفته آینده کمیته را اسا در مورد معرفی کابینت تصمیم جدی را باید بگیرند. چال ارگ و چال پارلمان. خدمت هر شود که دولت برخلاف تصویب رسمی همین مجلسی که نماینده هایش هیچ وقت حاضر نیستند، برنامه دسترخان ملی را افتتاح کرد و ادعای دولت همین بود که این پول را بانک جهانی به خاطر کمک به کرونا به افغانستان داده. متاسفانه هیچ سندی از طرف دولت تا به حال خود ارائه نشده. بانک جهانی هم که خپوچو به خود گرفته چیزی نمیگه. در سردرگمی کامل هستیم. تازگی ها هم در رسانه های اجتماعی خبرش آمده که نه، این پول واقعا از طرف بانک جهانی نبوده، بلکه از پروژه های ملی کم شده. مثلا حسابش بگیرین 7 میلیارد، دقت بکنین 7 میلیارد و 700 میلیون افغانی را از پروژه مهم و حیاتی تراس هندوکش یا همون سرک بامیان دوشی گرفتن و قریب به 2 میلیارد، دقت بکنین 2 میلیارد افغانی را هم از بودجه وزارت معارف کم کردن و به دسترخان ملی انتقال دادن. این گپ در مجلس هم رسیده گویا. ببینید، برتباط بودجه سرک بامیان و دوشی که کار آن به چندین قسمت در حال کار است، بودجه آن به دسترخان ملی کشیده شده به کمیسیون مالی بودجه هدایت داده می شود که به هیچ وجه نباید بودجه تصویب شده سرک دوشی بامیان از بودجه خارج گردد. امید که گلچین این هفته طرف توجه شما قرار گرفته باشه. با آرزوی رخصتی خوب برای همگیتان. وقت خوش.